بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه برابچه‌های آلایی و کنکوری و نهایی و اردوی طلایی، احوالتون چطوره؟ یک سوال مشاوره دیگه داریم، بریم هم دیگه گوش کنیم سوال رو. دنم و خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام آلایی عزیز و تمام اساتیدی که تو این عرصه دارن زحمت میکشن برای ما. یه چند تا سوال داشتم، خیلی ممنون میشدم که بهم جواب بدید. یکی اینکه من درس ریاضی رو خوب نخوندم، رشتم تجربیه، درس دیگه رو خوب خوندم، فقط این ریاضی مونده. میخوام یه درصد 40% بزنم، حالا کار درست اینه که من چند تا مبحث رو انتخاب کنم، این چه همشو بخونم توی مدتی که مونده. دومی سوالم اینه که خوابم چقدر شه، عادت خوابم رو تغییر بدم توی این مدت، میتونم با این جوال خودم رو وفق بدم یا نه؟ نمیشه، من شب و دیر میخوابم، تو طول شبانشم 5 ساعت و نیم خواب دارم و مشکلی هم ندارم با این مسئله، یعنی نه خواب آلودم نه هیچ، ولی تغییرش بدم مثلا شب و زودتر بخوابم، صبح زودتر بلند بشم، این بهتره تغییرش بدم یا نه؟ یه سوال دیگه داشتم خدمتتون که برنامه جانبی زیاد داشتم، همشون حذف کردم، فقط یک مشکل برام حذف کردنش. خیلی ها میگن باید همش رو حذف کن، این که ورزش میرم و میرفتم قبلا، حالا توی مدت مونده نرم بهتر یا برم؟ چون وقتی که میرم واقعا ذهنم آزادتره، ذهنم بازتر، مطالب خیلی بهتر یاد میگیرم و هفته ای که ورزش نمیرم کلن دیگه کسلم، دیگه هفتم خوب نیست. و اینکه مدت وقت زیاد هم ازم نمیگیره، هفته ای 3 روزه، مسئله این نیست که بخواد زیاد وقت بگیره. حالا این سوالم این بود که قطعش کنم یا نه، به نفهمی که قطعش کنم یا نه. خیلی 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 ازت ممنونم به خاطر تمام زحماتی که برام کشیدید. مهران هستم از کردستان. خب خیلی ممنونم از آقا مهران عزیز از شهر زیبای کردستان. سلام گرم من به همه کردهای عزیزمون، کردهای عزیزتر از جانمون که در خطه کردستان در حال فعالیت هستن. خب ای کاش که باز ایشون هم عکسشون رو برای ما به اشتراک میذاشتن. اما یه سوال اول آقا مهران یه نکته خیلی ریزی داشت، گفت من همه درسامو خوب خوندم، ریاضی رو فقط خوب نخوندم. من یه نکته بگم، شما اول بگو با چه ملاکی میگی بقیه درساتو خوب خوندی، بعد حالا بی در مورد ریاضی بحث میکنیم. ولی حالا چون من شما رو نمیبینم پاسخ ریاضی رو بهتون میدم، ولی اگر ملاکتون آزمونهای آزمایشی باشه قابل قبوله، ولی اگر آزمون شرکت نمیکنید، خودتون بنابر صلاح دید خودتون اینطور تشخیص دادید که بلدید یا بلد نیستید، سر جلسه آزمون باید بتونید خودتون رو نشون بدید یا به قولی اون توانمندیتون رو در عرصه ظهور به نمایش بذارید. اما اگر غیر از اینه، یعنی آزمون نمیدید و فکر میکنید که بلدید، یه مقدار روش بیشتر تعامل کنید. قسمت انتخاب مبحثی که ایشون میگه توی درس ریاضی، ببینید توی کنکور که دقت بکنید توی این چند سال بودجه بندی های کنکور تقریبا یکیه. توی اینترنت هم سرچ بکنید سریع بودجه بندی ها میاد، توی سایت های معتبر حتما میتونید نگاه بکنید. ولی توی مبحث ریاضی الان خیلی از همکارای من که میخوان راهنمایی کنن، حالا یه چیزی یادشون میره بگن یا حتی خیلی از دبیرها بدون شما میگن که آقا شما برو مشتق رو بخون، مثلا 3 تا میاد کاربرد مشتق سخته مثلا نخون، حد رو بخون، بعد انتگرال رو بخون، بیا این طرف تابع رو بخون، با لوگاریتم بخون، مثلا تقریبا 12 تا سوال مثلا مباحث این شکلی رو میگن. که خودتونم خب بودجه بندی رو نگاه کنید، مباحث مشخصه، تعداد سوالاش مشخصه، به تعداد سوال اول کار نداشته باشید، به اون مبحثی که از پسش برمیاد کار داشته باشید، اونا رو یه تیک بزنید کنارش، یا مثلا من حد و مشتق و لوگاریتمو بعد تابع و مثلا با همینا دیگه اینا رو میتونم بخونم. خب یه تیک بزن برو بشین بخون، اینا رو اول بخون نه اینکه بقیه رو حذف کنی، بقیه اگه وقت شد آخر سر حتما بخون. اما یه نکته، مثلثاتو خیلی یادشون میره بگن. خب گوش کن، اگر سوال کنکور رو نگاه کنی تقریبا تو مباحث اصلی همه یه دونه سوال با مثلثات داره، حد تابع مثلثاتی، مشتق تابع مثلثاتی و و و چیزهای دیگه که مثلثات مشخصا اومده. توصیه به شما اینه برای یادگیری مثلثات حتما به فیلم‌های آلایی سر بزنید، دبیر
ریاضی تجربی هایی که داریم، آقای حسینی فردایی امینیراد برادرم رو میگم نه خودم، فیلماشون هست و همچنین آقای شامی‌زاده سالهای قبل‌تر، میتونید مراجعه کنید و متناسب با سلیقه‌تون و گویش دبیر یکی رو انتخاب کنید حتما ببینید. ولی مثلثات رو هرگز از دست ندید، میدونم سخته، حتی در حد اون فرمولای طلایی و اصلیش که میشه گفت اندازه یک کاغذ دفترتون میشه اگه بخواید فرمولا رو بنویسید، روی مثلثات کار کنید که حتما نجاتتون میده. اگه اونو بلد نباشی، حد بلد باشی یه سوالش میپره، مشتق بلد باشی یک سوال حتی دو سوالش میپره. و توی تابه به همین ترتیب، پس اول برو سراغ مثلثات، بعد برو سراغ مباحث های دیگه که زورت میرسه. اول اونا رو بخون، فیلم های آموزشیشو حتما از سایت دانلود کن، نگاه کن و بعد تست های کنکور سراسریشو حل کن. پس قسمت اول اینکه آقا حتما مباحثی رو انتخاب کن، اما بقیه رو حذف نکن. الان اولویت بده اول اونهایی که علاقمندیت بیشتره و توانمندیت بیشتره، دوم اونایی که حالا به نظرت یه مقدار سخت‌تره، آخر سال اگه وقت شد چرا که نه، بالاخره ممکنه توی کنکور بری از همون مباحثی که شما نخوندی یه سوال خیلی 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 ساده و پیش پا افتاده بدن، کما اینکه اتفاق رخ داده سالها. حیفه دانش آموز انتگرال رو میذاری کنار، میری سر جلسه کنکور میبینی یه سوال انتگرال دادن خیلی ساده است، اصلا قیافه سوال معلومه ساده است، میگم من مطمئن بودم این سوال ساده است، ولی خب چون حل نکرده بودم اعتماد به نفس نداشتم سر جلسه تیکشو بزنم، ولی خب درست میتونستم عمل کنم. پس حتما مباحثی هم که هضم میکنید در حد ابتدایی برید یاد بگیرید. این توصیه من به همه شما آلهی ها اردو طلایی های عزیزه. اما میزان خواب، ببین آقا دانشمندان اومدن اعلام کردن بین 6 ساعت تا 8 ساعت میانگین استاندارد خواب یک فرد در شبانه روزه. توی خواب چه اتفاقاتی میفته؟ توی خواب یادگیری شما تکمیل میشه، رشد شما صورت میگیره، خیلی از قسمت‌های مهمی از گوارش توی خواب صورت میگیره، تأمین انرژی توی خواب، تأمین ماده برای رشد توی خواب، مغزتون داده‌ها رو دسته‌بندی میکنه توی خواب، خواب عمیق. حالا حتما میدونه که خواب 3 تا فاز داره و حال به اینا کار بحثای تخصصیش خیلی کار ندارم. اگر از همون دانشمندا بپرسی که آقا این 6 تا 8 ساعت برای همه است، میگن نه. ما آدم داریم، اگر 9 ساعت نخوابه اصلا حالت طبیعی نداره، صبح که بلند میشه کسل، خسته است، اصلا یه جوریه. یه آدم هم داریم که با 5 ساعت با 4 ساعت خیلی خوب مثل ساعت منظم داره کار میکنه. خب این بدن خودت رو بشناس، ساعت بیولوژی که بدن خودت رو بشناس که یا بخوابی که یا پاشی. اما بخوای یا نخوای، کنکور کله صبحه. پس اگه داری بدنت رو عادت میدی به این که 9 صبح خواب باشه، مغز شما سر جلسه کنکور تا 9 صبح خوابه، بیداری میبینی سوالو میخونی، ولی اون راندمان حد اکثری نخواهد بود. پس حتما به توصیه میکنم که برنامه رو جوری تنظیم کنی که حالا حتی المقدور اگر الانم نمیتونی از اون ور سال، صبحای زود بیدار باشی و شبها بتونی بخوابی. اما در مورد بحث برنامه های جانبی، چیزی که مشخصه هر چیزی که به درس خوندن شما لطمه میزنه باید حذف شه، دوست، فامیل، افراد بدگو، فعالیت‌های جانبی، فرقی نداره. هر آن چیزی که داره شما رو برای رسیدن به آرزوهاتون منصرف میکنه یا روال رسیدنتون رو کند میکنه باید متوقف شه. اما چیزهایی که به شما کمک میکنه، مثل ورزش کردن، مثل تغذیه مناسب، مثل خندیدن، مثل موسیقی، مثل فیلم، هر چیزی که خودت تشخیص میدی با رعایت چارچوب‌های دینیت، با رعایت چارچوب‌های اخلاقیت، هر چیزی که خودت داری، ولی مطمئنی این الان داره به درس خوندنت کمک میکنه، چرا ازش میخوای بکنی؟ اگر ورزش کردن شما حجم زمانی درس خوندن شما رو کم نمیکنه، مؤکداً توصیه میکنم که این کار رو انجام بدی، به شرطی که حجم درس خوندن شما رو کم نکنه. مثال من اگر باشگاه نرم 10 ساعت درس میخونم به همه کارم هم میرسم، ولی اگه باشگاه برم میشه 6 ساعت. خب مشخص باشگاه رو نباید بری، آدم اهم و مهم میکنه، ما یه مهم داریم بدون اهم داریم که بالاتره برتره، ولی اگه نه ورزش کردن هیچ ضرری نمیزنه، داریم میگه آقا سودم میرسونه، ادامه بده. این تشخیصش دقیقا با شماست که ببینی لطمه به میزان مطالعه وارد میکنه یا نه. اما واسه اون ورسا آقا همه میگن نمیشه، من به شما میگم که میشه، به شرطی که درست برنامه‌ریزی بکنی، از 6 صبح بلند شی درساتو بخونی، کاراتو انجام بدی، یا 6 6 و نیم 7 دیگه نهایتا کارو ببری جلو تا ساعت 10 شب 9 شب 8 شب کارو تموم میشه، دیگه از اون به بعد هر کاری که دلت خواست برو انجام بده. اما نه اینکه دیگه هر کاری هم انجام بدی، تا
توصیه‌ام به شما اینه، کارهایی که برای سلامتی شما مفیده رو انجام بدید. مثلا آقا میشینن سریال نگاه میکنن تا 2 صبح، خب این ضرره واسه بچه کنکوری. آقا ما روزی 10 ساعت داریم درس میخونیم، بله وقتی تا 2 صبح بیداری اون 6 و 7 و 8 صبحت کیفیت نداره، حتی ممکنه تا آخر روزت کیفیت نداشته باشه. پس توصیه‌ام به شما اینه که صبح زود بلند شید درستون رو بخونید تا امتحان. یه نکته هم حالا عید شد من بگم، خیلی از من میپرسن که آقا ما اردوهایی که تو عید داریم میریم چه ملاکایی رو باید داشته باشه. چیزی که توی اردو طلایی انجام شده و من با مسئولینش صحبت میکردم خیلی بر خودم جذاب بود، این بود که اومدن روی تفریحات شما کار کردن. مثلا گفتن که آقا اینا تا شب دارن درس میخونن، هر شب عین همین حرفی که دارم میزنم، تا شب درس، شب یه برنامه تفریحی، استخر دانشگاه شریف هستش، پینتبال هستش، نمیدونم سینما هستش، چیزهای متنوع و مختلف میزنن که دانش آموز خستگی اون روز کاری از بین بره، بعد برمیگردن شام میخورن یا حالا همونجا شام میخورن، ریفرش میکنن، یه استراحت میکنن، دوباره صبح با انرژی کار رو شروع میکنن. شما هم اگر اردو نمیایید، اردو طلایی نمیاد، اردوهای شهر خودتون لذت شرکت میکنید، مؤکدا توصیه میکنم که رو برنامه آخرش خیلی دقت کنید که صبح شروع بشه، نظم داشته باشه، تا شب بیاد برنامه درسی حجمش قشنگ احساس رضایت بهت بده آخرش، بگی او راضی ام 10 ساعت خوندم، 9 ساعت خوندم، خدا بده برکت. حالا من همین رو گفتم، یه نکته بگم. یکی واسه من تعریف میکرد که میگفتش که یکی از دانش آموزها زنگ زده به یه مشاوری از همکارای ما، گفت آقا من روزی 12 ساعت یا 14 ساعت دارم میخونم اما نتیجه نمیگیرم، به نظر شما مشکل کار کجاست؟ اون بنده خدا مگهش گفته که اگه روزی 16 ساعت بخونی نتیجه بگیری؟ نتیجه میگیری حتما، پس بیا تو اردوی ما شرکت کن که 16 ساعت مطالعاتی داره. ببینید من از نظر استانداردی دارم بهتون میگم، از نظر استانداردهای آموزشی شما روزانه میانگین بیشتر از 10 ساعت مطالعه مفید ندارید، نهایتا تا 12 ساعت، مگر افراد خاصی که چندین و چند سال کار کرده باشن. شمایی که امسال نهایتا سال اولی سال دومته، به احتمال 99.9% بیش از 10 ساعت در روز مطالعه کنی مفید نخواهد بود و فقط انرژیت رو هدر دادی، توانمندیت رو برای فردا هم استفاده کردی که اینم باز خودش نوعی هدر دادن انرژی. شبانه روز 24 ساعته، میگیم شما میانگین 6 ساعت کف بخوابی، چقدر میمونه که بری 12 ساعت یا ببخشید 16 ساعتش هم بخوای درس بخونی؟ شما اگه فقط بخوای حساب بکنی تایم خوردن وعده های غذاییتون رو و استراحت بعدش رو، هید کوتاهی رو 20 دقیقه استراحت کنید که معده از سنگینیش یه مقدار بگذره، چشما قشنگ باز بشه، خواب آلودگی برطرف بشه، یه چیزی هولوش فکر میکنم صبحونه نیم ساعت وقت میگیره، وعده های نهار و شام هم میگیم نیم ساعت که حالا نهار ممکنه ذره بیشتر باشه، 1 ساعت و نیم، یه ذره استراحت میگیم 2 ساعت میشه نهار و استراحتش، نهار شام صبحونه 2 ساعت، یه آبی به دست و صورتت بزنی، استراحت بین درسات باشه، میشه چه دولشی 2 ساعت 4 ساعت رفت، 20 ساعت از شبانه روز مون، شما 16 ساعت چجوری داری درس میخونی؟ مگه رباتی؟ این رو من توی تجربه کاریم تا حالا ندیدم کسی با 16 ساعت درس خوندن موفق شده باشه. رتبه 3 کنکور بود رشته تجربه، اگر اشتباه نکنم سال 77 خانمی بود که فکر میکنم الان دیگه پزشکیشو باید گرفته باشه، اون سال یادم میگفتش که من از روز اول، حالا سال کنکور دقیق یادم نیست، 77 78 تو این رنجا بود، ببخشید 87 اسخای میکنم، میگفتش که من روزی 7 ساعت نشستم درس خوندم نه بیشتر، ولی هر روز 7 ساعت هم خوندم. یا من یکی از همکاران بود تعریف میکرد که میگفت یه شاگرد داشته که از اسفند ماه شروع کرده روزی 10 ساعت نشسته خونده، خب این واسه سال 70 خورده ای بود، روزی 10 ساعت پزشکی هم قبول شده. پس ببینید نیاز به چیزهای عجیب و غریب نداریم، نیاز به عمق مطالعه و به کیفیت کار نیاز داریم، چیزی که توی فیلم‌های حالا قشنگ به وضوح دیده میشه، چیزی که با خوندن شما به دست میاد نه با خریدن سی دی و دی وی دی و امثالهم. تمام تلاشتون رو بذارید روی بدن خودتون، روی فکر خودتون و حتما هم از خدا کمک بخواید که موفق خواهید شد. دوستتون داریم.